بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شوه، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف هفتم. البته به ادامه درس های قبلی تحت عنوان مجموع زوایای داخلی یک مسئله است. مجموع زوایای داخلی یک مسئله است، این عنوان درستان دوست عزیز. خب دوستای ارجمند، برای ما اینطور گفته شده که در صنفهای پایین که مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است. اول باید تو عرض کنیم که مثلث دارای چند زاویه است. چند زاویه است؟ 3 زاویه. چند ضلع است؟ 3 ضلع. چند راس است؟ 3 راس. چند ارتفاع است؟ 3 ارتفاع. چند میانه؟ 3 میانه. چند ناصف زاویه؟ 3 ناصف زاویه. فراموش تا نمیشه، یعنی که گفتیم مثلث بسیار مهم هست که اون یک علم ما گفتیم با وجود آورد. فلحاظ با تمام جزئیاتش باید آدم یاد داشته باشه. من خاطر در پروگرام مکتب بیشتر را آورده و زیاد تاکید شده سرش که در مثلث 3 زاویه داره. چند زاویه؟ 3 زاویه. اینال مجموع زوایای یک مثلث چند درجه است؟ 180. چطور امیر ما ثبوت کنیم؟ چطور قبول کنیم؟ این دوستای عزیز در یک تجربه شما ببینید. ما براتون تجربه شیاد میتونم. سعی کنین دوستای عزیز به این ترتیب. خب این دوستا یک مثلث است. ببینید یک مثلث. حتما دیگه دیده میشه انشاءالله. خب ای یک مثلث است. شما میبینید که این مثلث نامش است راست هایش است. البته نام موندیم این مثلث. اینجا راستش راستی چی؟ ای. اینجا چی است دوست عزیز؟ این طرف چه سه کنیم؟ سی ها. این طرف شما چی؟ بی ها؟ اه سه شد؟ اه این مثلث قبول؟ خو ما چطور ثبوت میکنیم که این همی زاویه جمع از این زاویه و جمع از این زاویه هر سیش 180 درجه است؟ سعی کنین دوستای عزیز اول ارتفاع زیر رسم کنین. اینی دیدین این خط خط چیش است؟ ارتفاعش است. که رسم کردین این را با استقامت ارتفاع قاط کنین. دیدین؟ اه اما محل تقاطع ارتفاع را یک نام سرش بونین اچ، یک حرف نامش هیچ. خب اینا رو چی کار کنین؟ اینی زاویه تون 20 نی، اینی بیرام با آسانی قاط کنین در بالای ازو. انشالله یاد گرفتین شد تا اینجا را. بعد ازو باز ایرام قاط کنین بالای ازی. امی عرصی ازی، عرصی ازی ببینین سه کنین عرصیش ای اه در اینجا با استقامت یک خط قرار نگرفت، با استقامت یک خط قرار گرفت. واسه میکنیم سعی میکنیم که چی گپ شده. زاویه ای این در بالای یک قرار گرفته. این زاویه یک نشته است اچ با زاویه یک. اما این را که موندیم چی را پت کرد؟ یک را پت کرد. نی ایش را سعی کنیم چی را پت کرد؟ سعی کنیم ما عدد چی است؟ دو سای عزیز عدد دو نیست؟ زاویه دو. ایش را سعی کنیم که پس کنیم چطور است؟ کدام زاویه را میبینین؟ زاویه سی. ایه اینو میگه نمیدین زاویه سی را دیدین ها؟ خب خیلی دیدین که زاویه ای مساوی با زاویه یک بود، زاویه بی مساوی با زاویه دو شد و زاویه سی مساوی شد با زاویه چی؟ سی ها؟ برابر این هیچ چیز دیگه دیده نمیشه. نیم زاویه پایین دیده میشه؟ نمیشه. اینه مکمل تطبیق شد و کلشان هم با استقامت چی قرار گرفت دوست عزیز؟ یک خط. با استقامت یک خط ما خواندیم که با استقامت یک خط 180 درجه است.
یکصد و چند درجه است؟ 180 درجه. آیا ثبوت نشد که مجموع همین سه زاویه 180 درجه است؟ ها؟ ببینین این را تجربتاً دیدین تجربوی براتون نشان دادم. حالا در روی رسم هم براتون در روی تخته نشان میتونم که امیر خوب در بفهمید. خوب سعی کنین دوست عزیز. خواه این مثلث مربوطیتون رسم میکنیم مثلث این مثلث نام میمانیم مثلث A مثلث B مثلث C. اول گفتیم چی میکنیم دوستای عزیز؟ ارتفاعش رسم میکنیم. ارتفاع چی بود؟ خطی بود که ظل مقابل ظل مقابل از راست به ظل مقابل عمود رسم میشد. چی رسم میشد؟ عمود. این دوستای عزیز سعی شد عمود رسم میشد و نقطه تقاطعشان هم نامش هم میموندیم H. درست؟ خب بعد از او باز مثلث های دانه دوستای عزیز متوجه هستین که قاط میکنین در روی ازی اینه که بین در روی ازی قاط کنین. این تو تقریبا یک چیز میشد یعنی نقطه چین میگیرم به این شکل که شما بفهمینم پیشتر که عملا قاط کردیم نی و او طرف شما برتون همونطور رو نقطه چین میگیریم که قاط شد. خب یک کمی طرف تر خب چند تا سعی کنین اینجا زاویه پیدا شد. این خواه حرف ایچ هست. اینی یک زاویه یک اینی رو آوردین قاط کردین زاویه ای زاویه ای مساوی شد با زاویه یک. قبول؟ اینی آمد در بالا ازید تطبیق شد. دیدین در شکل که براتون نشان دادم. بعد از او ای بی اینی زاویه دو بود نی؟ بی رفت در بالای دو تطبیق شد. یعنی زاویه بی مساوی شد با زاویه چی؟ دو. اینی سی. ای سی. زاویه سی اتو که قاطش کردین در بالای سی تطبیق شد. زاویه سی در بالای چی تطبیق شد؟ سی. خب. اینا لامی زاویه یک و دو و سی تان. این همی زاویه یک و دو و سه تان با یک طرف خط قرار نگرفت. این زاویه یک جمع زاویه دو جمع زاویه سه با یک طرف قرار نگرفت؟ گرفت. با یک طرف خط چند زاویه است؟ 180 درجه است. چند درجه است؟ 180. این اگر نامش رابطه یک مانیم ایناله اینا خب با هم مساوی بودن نی؟ ای کدازی یک مساوی بود به عوض ای میتونیم بگیریم زاویه ای یک عوض یک میتونیم بگیریم ای ایوازی بی میتونیم مساویش دو رو بگیریم یا با ایوازی دو میتونیم مساویش بی رو بگیریم جمع با ایوازی سی مساویش میتونیم چی رو بگیریم؟ سی رو بگیریم مساویست اینال یک جمع دو جمع سه 180 درجه است. باش که این رو جدا کنیم. خیلی وقتی که یا مساوی 180 درجه است مساویش هم 180 درجه است. مساویش هم چند است؟ 180. آیا ثابت نشد که زاویه ای جمع زاویه بی جمع زاویه سی 180 درجه است؟ یعنی این زاویه جمع ای زاویه جمعی زاویه عرضش 180 درجه. کار کرد دوستای عزیز فکرتان؟ حتما انشالله که کمک که دقت کنین میفهمین. یک بار دیگه بازم تجربه شو براتون میگم که خوبتر بفهمین. این مثلث بود درست است؟ نه این دیگه حالا یاد گرفتین. ارتفاعش رسم کردین با استقامت ارتفاعی رو چی کردیم؟ قاط کردیم. قبول؟ اینال ای را قاط کردیم زاویه بیتانه یا هم زاویه سیتان قاط کردینش. عرصهش با استقامت یک خط قرار نگرفت؟ قرار گرفت. با استقامت یک خط چند درجه است؟ 180 درجه است. از درس های ابتدایی خواهدین در سنف های 5 و 6 ایناله. خیلی با استقامت یک خط که 180 درجه است ما میبینیم که کدام زوایا همین زاویه یک و دو و سه ما با استقامت یک خط 180 شد. اینال زاویه ای ما که قاط شد در بالای یک منطبق شد. منطبق به این معنی که یکی رو بالای دیگه بونیم هیچ دیگه کم و زیاد نشه یعنی مساویش باشه دیگه. خیلی زاویه ای مساوی با زاویه یک شد. زاویه بی مساوی شد با زاویه دو را پات کرد نی هیچ دیگه دیده نمیشه و زاویه سی بالای سه منطبق شد. خب یک و دو و سه که 180 درجه شد
مساویایشون که ای و بی و سی هم باشن یام چار میشه دوست عزیز؟ یام میشه 180. پس ثابت میشه که مجموع زوایای داخلی یک مسئله است، یعنی زاویه ای جمع زاویه بی جمع زاویه سی چند درجه است دوست عزیز؟ 180 درجه. انشاءالله که دوستای عزیز ما ایره درک کرده باشن، درست است نی؟ خب بخاطر از اینکه موضوع را باز چیز کنین، همینجا باز در روی تخته برتان میره باز یک کمی توضیح میتونم سعی کنین. اینه که قاد کردین آمد در بالای ای، یعنی زاویه ای مساوی شد به زاویه یک. بی را که بردین قاد کردین مساوی به زاویه دو شد، بی مساوی شد به زاویه دو. سی را که قاد کردین مساوی شد به زاویه چی؟ سه. خب تا اینجا خود کدام مشکل نیست نی؟ اینال زاویه یک دو سه عرصهش که جمع شوه به یک طرف خط چند درجه شد؟ 180. زاویه یک جمع زاویه دو جمع زاویه سه عرصه زی اینه نقاله شد. هم نقاله که پیشتر گفتم کل نقاله 180 درجه نبود؟ بود دیگه نیم این نقاله کلش به یک طرف 180 درجه نگفته بودیم براتون؟ اینه پس میگیم که 180 درجه باشین که کم کلانتر بگیریم. یک جمع دو جمع سه مساوی به 180 درجه. اینا رو بیاین مساوی هایشان نشه ایوازی ای یک چی رو نشه میکنین؟ ای را جمع ایوازی دو چی رو نشه میکنین؟ بی را جمع ایوازی سه چی رو نشه میکنین؟ سی را مساوی. وقتی که 180 مساوی هایشان 180 بشه دیگه، درست هست نی؟ اینا مساویش ای که رابطه یک بود ای رابطه دو اینا ببینین ای که مساوی 180 یا هم دیگه مساوی 180. خب اینا دیگه که مساوی 180 شد مانایش که اینی زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C عرصهش چند درجه؟ 180 درجه. یعنی چی؟ یعنی مجموع زوایای داخلی یک مثلث ثابت شد که 180 درجه است. به این ترتیب دوستای عزیز فکر میکنم که انشالله از گپ امروز ما این مطلب را یاد گرفتین که یا ثبوتش هم یاد گرفتین، هم عملی و هم در روی رسم براتون نشان دادیم، هم عملا در روی کاغذ نشان که مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است و این هیچ گاه فراموشتان نشه. اما تو که گفتم مثلث دارای اون مقدر اهمیت است که گفتیم نه که اگر ما وجود میره فلحاظ و ایشان باید باید آدم باشه که مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه دوست عزیز؟ 180 درجه. این حال یک سوال هم براتون نشه میکنیم دیگه تمام. سوالتون ایست دوست عزیز که سرش کار میکنین، یک ثابت کنید ثابت کنید ثابت کنید که مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه می باشد. این دوستای عزیز هم به شکل عملی و هم نظری، این در دو طریق هم شکل عملی و هم شکل نظری ثابت کنه ارزشش، هم به شکل عملی هم به شکل نظری. فراموشتان نمیشه. تشکر از توجهتان. تا ساعتی دیگه که باز در خدمت شما عزیزا قرار بگیریم شما را به خداوند یکتای بی همتا می‌سپاریم. تشکر از توجهتان.